بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها عدد ما حاط به علمك. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من خير أنصاره وأعوانه. اللهم لعن الجبت والطاغوت، اللهم لعن أبا الشرور وأتباعه. بینندگان عزیز شبکه جهانی امام حسین علیه السلام، سلام علیکم، وقت شما به خیر. الحمدلله رب العالمین. امروز هم این توفیق رو داریم به صورت زنده و مستقیم از استدیوی بین الحرمین شبکه جهانی امام حسین علیه السلام و در شهر مقدس کربلا و همجواری با حرم مطهر آقا سید و شهدا سلام الله علیه، با برنامه سلام کربلا در خدمت شما و حضرت حجت الاسلام شیخ محمد سیروس باشیم، بزرگواری که از ونکوور کانادا در خدمتشون هستیم با بحث‌های تربیتی. دعوت میکنم از زبان خودشون بشنویم انشاءالله و ببینیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امروز ادامه برنامه تربیت فرزندان اختصاص میدیم به بحث خوراک و حلال بودن غذا. شاید این موضوع تو بعضی از خانواده هایی که در کشورهای اسلامی سکونت میکنند حساسیتی ندارد، اما نکاتی هست که باید اشاره کرد از درس‌های ائمه ما در این مورد. انشاءالله امروز اختصاص میدیم به همین موضوع. پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند به ابوذر که هر کاری میخوای بکنید با نیت انجام بده، حالا حتی اگر برای غذا خوردن، نوشیدن، خوابیدن. نیت موضوع مهمیه برای نه فقط برکت تو زندگیمون، بلکه برای هدفمند کردن اون کار. اون کار رو داری هدفی مشخص میکنید، قربتنی لله هست، آیا این هدف به رضایت خدا هست یا نه، آیا این هدف احترام به احکام هست یا نه، آیا این هدف اگر هر اشکالی توش بیاد یا مشکلاتی توش بیاد میان این کار برای رسیدن به این هدف ادامه بدیم یا نه. خیلی این بحث نیت بحث کلیدیه برای ادامه اون کار و رضایت الهی. و بحث این حلال بودن گوشت، خب شاید بعضیا بگن خب الان شاید یه منطقه‌ای زندگی میکنم یا توانای اقتصادیمون اجازه نمیده که ما حتما حلال باشه اون گوشت و اون غذایی. حالا میشه بچه‌ها شاید نفهمن، میشه یه گاه گداری یه گوشت مردار خریده بشه، حالا به هر حال شاید از لحاظ بهداشتی هم بهتر باشه. حالا هزار یک دلیل میارن برای توجیه کردن خریدن غذای حرام.
و اثر وضعی دارند به فرزندانتان. فردا نیایید گریه کنی چرا فرزند من اینطوری برخورد میکنه. این گوشت حرام نه فقط یک وضعیت روی روانی داره، بلکه حتی جسمانی تضعیفشون میکنن. امام حسین علیه السلام در ایام عاشورا به دشمنان سرسخت اهل البیت صلوات الله علیهم فرمودن قد ملعت بطونکم من الحرام، شما شکماتون رو پر کردید با حرام، سر تا پا شما تمام کارا که انجام دادی حرام بود. بعد تعجب میکنیم چرا دشمن امام حسین شدن، تا اینجا رسیدن نمیتونن گوشی داشته باشن برای شنیدن اذان و صدای قرآن، نمیتوانن ببینن نور الهی روی چهره نازنین امام حسین علیه السلام و ابوالفضل عباس علیه السلام. این تا کجا رسیدند؟ خودشون رو کجا کشوندن؟ برای همینه میگن که بحث حلال بودن کیفیت اون غذا مهمه. یک نکته دوم، خود روش غذا خوردن هم مهمه. درسته امام رضا علیه السلام خیلی توصیه کرده که چقدر مهمه احترام که به این غذایی داشته باشیم، هم روش نوشیدن، غذا خوردن، نشستن، ایستادن. امام رضا کاملا به شیعیان امیرالمومنین علیه السلام تربیت میکنه که ما یک الگوی برای جامعه باشه. تا به امروز شما در اروپا برید، کلاس هایی است برای روش غذا خوردن که خیلی از این کلاس ها الهام گرفتن از درس های امام رضا علیه السلام. حالا شاید امروز بگن که الا آقا ما قرن 21 هستیم و الا میز صندلی هست، چنگال هست، شما چی داری میگید؟ ببینید تا به امروز قرن 21 هست، کشورایی هست که پیشرفته ترین کشورایی از لحاظ اقتصادی هست، مانند ژاپن، که چقدر احترام میذارن به فرهنگ و سنت سفره خودشون، چقدر احترام میذارن با خوردن و روش خوردن با این چوبهای خاصی از تو که فرهنگ خودشون هست. آیا اونها نمیدونن که قرن 21 هست؟ دلیلی داره، دلایل زیادی داره، هم دلایل اخلاقی داره و هم دلایل معنوی داره. دلایل معنوی اخلاقی این هست که شما نگاه کنید موقعی که احترام سفره رو به فرزندان خودمون یاد میدیم، ارزش این غذا رو بهشون یاد دادیم. دوما باعث میشه که خانواده ها با هم نزدیکتر باشن. الان ببینید شاید خیلی کم میبینید که افرادی در سفره با هم صحبت کنن. امروز هم که الا ماشاءالله هم تلفن هست هم اینترنت هست، حالا حتی روی سفره احترام به سفره نیست، حتی سفره نشستن ولی مکالمه میکنن از طریق موبایل و تلفن همراه. این باعث میشه که این سفره این احترام سفره رو بشکنن. خیلی این بحث مهمیه. نشستن رو زمین، نشستن رو زمین تواضع به فرزند یاد میده. تواضع روبروی آن رزق الهی، روبروی والدین خودشون. و خود اون روش خوردن، مثلا حتی امام رضا علیه السلام فرمودن که مثلا قبل از غذا خوردن شما آب بنوشید یا بعد از غذا خوردن، به هر حال روش خاصی داره. این که نظمی تو غذا خوردن یاد میده، اون نظم هم خیلی اثر داره روی شخصیت و عزت اون فرزند که میخواد در جامعه الگویی باشد. ولی اشتباه این هست که بحث غذا خوردن فقط برای اشباه، مثلا گرسنتونه هرچی هست از تو یخچال بگیر، یا هر جا هستی برو غذا بخور. حتی میان تو اتاقها بهشون غذا میخورن، یا مثلا میرن راه میرن تو خیابون غذا میخورن. یعنی هیچ احترامی برای غذا نداره، هیچ
تمرکزی به اون غذا ندارن. یعنی واقعا موقعی که سفره اون غذا هست باید احترامی خاصی باشه. اگر شما سوال کنی یا تحقیقات بکنی، غذاهای اروپای شمالی که اصیل ترین غذاهاشون چیست، ببینید که اصلا غیر از بعضی از سبزیجات و روش پختن بسیار آسان چیز دیگه ندارن. نشان میده که 100 سال پیش یا 150 سال پیش اصلا کشورهای اروپای شمالی، یعنی کشورهایی که رابطه مستقیم با کشورهای اسلامی نداشتن، یعنی خیلی غذاشون با کیفیت پایین و ضعیفیه. حتی غذا خوردن آن افراد، تازه یاد گرفتن دستاشون رو بشورن، بشینن روی دور سفره، یا توسط مذهب مسیحیت یا مذهب اسلام، دین مبین اسلام، نشان میده که در واقع یک راههای چیزایی یاد گرفتن. در اروپای جنوبی غذاشون پررنگتر است و کیفیتش بالاتره، و دلیل اصلی این هست که زمان استعمار مسلمانای شمال آفریقا به اسپانیا، 700 سال 800 سال سکونت کردن در اسپانیا، تمام بخش‌های مختلف زندگی مردم آن وقت یاد دادن، غذا خوردن، نمیدونم لباس پوشیدن، طهارت با آب، نمیدونم حتی خنک کردن منازل توی تابستان، تمام این معماری، تمام این ابعاد مختلفی که در حیات انسان وجود داره در زمان استعمار بنی امیه لعنت الله علیهم در جنوب اسپانیا، علمایی که داشتن توش هم شیعه بودن، نمیدونم از مذاهب مختلف بودن، با مردم رفت و آمد داشتن، به ازدواج کردن، بالاخره غذاها رو که در از اصلش از شام یا از آفریقای شمالی بودن به آن مردم آن زمان یاد دادن، که تا به امروز آثارش هم میبینیم که مثلا در یکی از مهمترین غذاهای اسپانیا مانند کبسه خلیج پایا هست که اصالتاً هم از همون دوره بوده. غیر از بحث روش غذا خوردن و احترام به غذا، یه نکته آخر میخواستم خدمت شما عرض بکنم. اون نکته به فکر ایتام و فقرا و ارزش سفره داشتند. فرزندان موقعی که شما یه غذای آماده بهش تحویل میدید روی میز یا روی سفره، این هست که فکر میکنه که خب همه بچه های دنیا همین نوع غذایی داشته باشه. یعنی حتی اگرم فقط یک نوع غذا باشد، حتی شاید شما یک سبزیمینی به فرزندتون داده باشی، این نعمت الهیه. امکان داره که همسایه شما اینم نداشته باشد، امکان داره که شاید افرادی که هم دین ما هستند در جاهای دنیای دیگه به خاطر دلیل جنگ، به خاطر دلیل فقر، به خاطر دلیل یتیم بودن، به هر دلیلی مریض بودن والدینش یا خودش، که راه دیگه نداشته باشه، که هر غذایی که پیدا کنه همونو میخوره. این احترام و این درسی که بهشون یاد میدیم که بگن که ببین این غذا که دارید رزق الهیه، و خدا رو 100 سال 1000 بار شکر بکنی که این لیوان شیر دارید، این نوع برنجی که براتون پیدا کردیم و خریدیم و داریم میخوریم، واقعا باید احترام بذارید و خدا رو شکر کنید، و بتانن از همین سن به ایتام یاد بدن، کمک بکنن، پول پرداخت کنه، غذا بیاره، بره توی دار و ایتام، هر جایی باشن، برای فقرا یک احترام فقرایی داشته باشه، نه که مغرورانه با
افراد که در جامعه شاید یه مشکلاتی دارند و طبقات مستعزفی هستند با غرور برخورد کنند. نه، باید واقعا خدا رو شکر بکنند و انشالله در جامعه فرزندتون یک شخصیتی باشند که هم برای خودتون هم برای نسلای بعد یک سعادت و توفیقی داشته باشن انشاءالله. در نکته آخر میخواستم عرض بکنم، حالا شاید بعضیا سوال بکنن بگن که شما بحث سفره کردید و دارید در واقع میگید که میز و صندلی نداشته باشیم. نه، این اشتباهیه که از خیلی ماها فکر میکنیم که اگر مثلا یک فرهنگی داریم توسعه میکنیم یا روش توضیح میدیم باعث میشه که این جایگزین یک چیز دیگه باشد. حالا تا حرام نباشد، تا واضح از لحاظ احکام اشکال شرعی نباشد، خب همه میتونن مکمل هم باشن. مثلا هم میتونیم میز و صندلی داشته باشیم و در ماه رمضان یه سفره هم بذاریم. حالا نمیشه فکر بکنیم یه چیزی گفته باشیم، یعنی باید حتما دیگه باید جایگزین اون باشد. یعنی برای همه موضوعهایی که امروزه گفته میشه میتونیم ببینیم تا اشکال شرعی نباشه همه میتونن، همه کار میشه مکمل یه کار دیگه باشد. اینم نکته‌ای که میخواستم عرض بکنم. انشالله تا برنامه آینده به خدای بزرگ می سپارم. یا علی، خدا حافظ شما. کمال تشکر رو داریم از جناب حجت الاسلام شیخ محمد سیروس که با استفاده از احادیث و روایات روش‌های تربیتی رو در اختیار ما میگذارن. امیدواریم که برای همگان هم قابل هضم و فهم و استفاده باشه، چون حقیقتاً همطور که ایشون هم فرمودن تعالیم دین مبین اسلام از بعد تا به الان همش رو که بخوایم کنار هم بگذاریم و مورد استفاده قرار بدیم، می‌بینیم جدیداً علم نوین و علم پزشکی و موارد تربیتی که الان مرتب به عنوان یک چیز نوآوری برای ما میارن و میگن از اول با رفتار پیامبر اکرم آقا امیرالمؤمنین ائمه اطهار صلوات الله علیهم اجمعین بوده و همش رو برای ما گفتن و گفته شده و متاسفانه این ما هستیم که کمتر تحقیق میکنیم و کمتر استفاده میکنیم. انشاءالله که صحیح و سالم باشید همتون. موقع اون رسیده که بنده به نیابت از شما دست ادب به سینه بگذارم رو به حرم مطهر آقا سید و شهدا و شمای بزرگواران در هر کجا که هستید، انشاءالله رو به قبله و رو به حرم مطهر آقا ابا عبدالله الحسین قرار بگیریم و خدمت اربابمون عرض سلام داشته باشیم و در حد امکان به صورت ایستاده، چون این که به خودمون این زحمت رو بدیم ایستاده باشیم هم تکریم کردیم مقام اماممون رو و هم خودمون رو در قبال خضوعی که باید نسبت به خدای تبارک و تعالی و فرامینی که خدا داده، این که
بندگان خوبی برای خدا و افراد و شیعیان خوبی برای ائمه اطهار باشیم ان شاء الله. آماده اید؟ دلهاتون کربلا هست؟ هر که دارد هوس کربلا، بسم الله. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم ولعن اعداءهم. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله. السلام عليك وعلى جدك وأبيك، السلام عليك وعلى أمك وأخيك خصوصا المحسن الشهيد. السلام عليك وعلى الأئمة من بنيك خصوصا الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا مولاي يا أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ساقي عطاشا كربلاء. السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين والحسن والحسين صلوات الله عليهم. السلام عليك وعلى أمك أم البنين حليلة أمير المؤمنين. السلام عليك وعلى إخوانك وأخواتك. السلام عليك وعلى أطفال الحسين المظلومين. يا كاشف الكرب عن وجه الحسين، اكشف كروبنا بحق أخيك الحسين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. اللهم ارزقنا حرم آرزوم کربلا برم، آرزوم کربلا برم، آرزوم کربلا. نکنه میخوای بگی که برات نوکر نمیشم، نکنه میخوای بگی که از این بهتر نمیشم، نکنه میخوای بگی که از این بهتر نمیشه. خدا اون روز و نیاره که برات گریم نگیره، خدا اون روز و نیاره بی تو قلبم شتیره. نگو نمیشه کربلات بیام روم و زمین نزن حسین، آقا توی صحن و سرات بیام روم و زمین نزن حسین.
زیارت هاتون قبول باشه بزرگواران. امیدوارم سلام هایی که الان از طریق تصاویر خدمت آقا سید و شهدا سلام الله علیه عرضه کردید هر چه زودتر خودتون مشرف بشید کربلا و همانند این زائرینی که الان ما فقط همین قسمت رو میبینیم، دربهای ورودی حرم مطهر آقا سید و شهدا، حرم مطهر آقا ابوالفضل العباس از این جایی که از استودیو پیدا هست، خدا رو شکر زائر از جای جای این کره خاکی مشرف هستند. خدمت آقا سید و شهدا عرض سلام عرض حاجت میکنن، بعضن انفرادی و بعضن به واسطه با گروه ها اومدن و بعضن هم میبینیم که کیف به دست تازه وارد شهر مقدس کربلا و منطقه بین الحرمین شدن. انشاءالله روزی شما هم باشه، شما هم مشرف بشید و از نزدیک ظاهر آقای امام حسین علیه السلام باشید. ممنون و متشکرم از بابت پیام هاتون، پیام هایی که واقعا حاوی هم سلام های گرم هم دعاهای خیره. واقعا ما از شما تشکر میکنیم. توی یکی از برنامه ها هم عرض کردم واقعا ما متوقع دعای خیر شما هستیم، چون اعتقاد بنده که این هست، از دعای خیر شماست که ما اینجا الحمدلله رب العالمین کربلا هستیم و بتونیم انشاءالله دعاگو و نایب و زیاره باشیم و هر خدمتی که از دست ما برای زائرین، مخصوصا شما بزرگوارانی که از راه دور خدمت آقا سید و شهدا عرض سلام و عرض حاجت داشتید، بتونیم انجام وظیفه بکنیم. در پیام هاتون نوشتید که آقا سال هاست ازدواج کردیم فرزنددار نشدیم. عزیزی برا من نوشته بودن که آقا جان تو رو به خدا برای مریضامون دعا بکنید، خسته شدیم. درسته، ما راضی هستیم به رضای خدای تبارک و تعالی، ولی ما هم ظرفیتی داریم. بزرگواری نوشته بود فرزندم مریض، یادم نره. کارگردان هم خیلی التماس دعا گفته، ایشون هم گرفتاری داره، دستش به بیمار بنده. خدا انشاءالله همه بیماران رو لباس عافیت بپوشونه. باز توی پیام های شما نوشته شده که آقا مقروز هستیم، تحت قبه آقا سید و شهدا دعا بکن برای رفع قرض هامون. آقا جان ما اجاره نشین هستیم، آقا جان ما دوریم از کربلا، آقا جان ما غریب هستیم در کشورهای دیگه، آقا جان ما از خانه های خودمون آواره شدیم، آقا جان ناموس و عرضمون در معرض خطره و از این قبیل پیام ها همه تون نوشتید. بنده هم به دیده منت انشاءالله هر اونچه که توفیق زیارت داشته باشم حتما خدمت ارباب بی کفنمون عرض میکنم، حتما خدمت آقا ابوالفضل العباس، اون کفیل بی پناهان، اون کفیلی که بر خودش واجب دونست از خواهر بزرگوارش مراقبت بکنه، از خواهرهای بزرگوارش مراقبت بکنه، ولی تا زمانی که جان در بدن داشت. آبرسان اطفال آقا سید و شهدا علیه السلام باشه تا اونجایی که جان در بدن داشت و قدرتش رو داشت، ولی خب بعد از اون دیگه مشیت خدا بود، صلاح در این بود که مظلومیت این دو برادر بزرگوار، مظلومیت خانواده هاشون، مظلومیت شریعت پیامبر اکرم صلوات الله علیه، مظلومیت ائمه اطهار به کل دنیا برسه. انشاءالله که توفیق داشته باشیم و این مهم رو انجام بدیم.
شماره تماس برنامه بازه 2-964-771-6167-100 در اختیار شما و همه عزیزانی هست که دوست دارن صدای خودشون رو همانند این بزرگواری که الان پشت خط منتظر هستن به کربلا برسونن. بزرگواری بفرمایید، هر اون چه که در حق خودتون و اهل و عیالتون و فامیلتون و عزیزانتون دعا می کنید بقیه را هم مد نظر داشته باشید. انشاءالله همگی حاجت روا باشیم. الهی آمین. اولین تماس رو دریافت بکنیم. سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم حاج آقا میرخلف‌زاده عزیز بزرگوار، خسته نباشید، صبحتون بخیر. ممنونم، وقت شما هم بخیر. ممنونم، انشاءالله دعاگوتون هستیم. آقا محمدی هستم از شوش دانیار. در به کربلا خوش اومدید. بفرمایید زائر آقا امام حسین علیه السلام باشید. متشکرم، دست ما در نکنم. خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبد الله، السلام علیک یا ابا عبد الله، السلام علیک یا ابا عبد الله، و علی ارواح التي حلت بفنائک. علیک منی سلام الله ابدا ما بقي الليل والنهار، ولا جعل الله اخرة العهد منی لزيارتك. وعلى علي بن حسين، وعلى اولاد الحسين، وعلى اصحاب الحسين. اصحاب الحسین و جمعی من معطل آمد لکاتو. السلام علیکی یا قمعی بن حشم مذب پس رقی داشت کربلا. السلام علیکی یا فاطمه سید نصر العالمین. السلام علیکی یا امیر المومنین. السلام علیکی یا رسول الله. السلام علیکی یا رسول الله. السلام علیکی یا زینب. السلام علیکی یا زینب. السلام علیکی یا رقیه بنت الحسین. السلام علیکی یا علی اکبر. السلام علیکی یا علی اصغر. السلام علیکی یا قاسم بن حسن. آجی دست شما در نکنم، متشکریم که صدای ما شیعان رو به آقا میرسونی و نوازنده ما باش انشاءالله. دعا کنید که سیر مریضی کنه بهتر بشه انشاءالله. ما بیم پابوس آقا و خدمت شما انشاءالله. دست شما در نکنم، به نیابت از خودم و همسرم و خانوادم و مرحوم پدرم و مرحوم مادرم و زن پدرم و تمام اعماتم و اعمات شما به خصوص دست شما در نکنم انشاءالله. دعاگوی ما زیاد باش اونجا انشاءالله به امید خدا. حتما در نکنم. اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج. لبيك يا حسين، لبیک یا حسین. متشکرم. یا علی موفق و مراد باشید. یا علی مدد قبول باشه انشاءالله زیارتتون. خدا رحمت کنه اموات از مؤمنین و مؤمنات، شیعیان آقا امیر المؤمنین در جای جای این کره خاکی. انشاءالله سلام هایی که دادید همش به هدف اجابت برسه و آقا سید و شهدا همه افرادی رو که منظور کردید در سلامتون در زمره زائرین خودش قرار بده. ممنونیم از دعاهای خیرتون، انشاءالله حاجت روا باشید. همینطور که عرض کردم، الحمدلله رب العالمین، شهر مقدس کربلا مملو و از زائره. و همچنین عرض کردم بعضن گروه هایی هستن از جای جای این کره خاکی، الان گروهی دارن رد میشن. البته امکان این که تصویرشو بدیم خدمت شما نیست، ولی شعر زیبایی دارن میخونن خدمت آقا سید و شهدا و میفرماین آقا جان ما اومدیم ولی خیلی دل همراه خودمون آوردیم. اونایی که عاشق زیارت شما هستن، عاشق حرم تو هستن، اونها به ما التماس دعا گفتن. شما سلام رو به جای اونها از ما بپذیر. انشاءالله نصیب و قسمت همه شما بزرگواران باشه. تماس بعد رو دریافت بکنم. سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم آقای من خلف، سلام بر شما، سلام بر همه شبکه امام حسین علیه السلام که شب روز زحمت بکشه. انشاءالله که همیشه سیه و سالم باشین و همچنین ممنونی. متشکریم از دعای خیرتون. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد بعجل فرجهم. صلی الله علیک یا مولا یا ابا عبد الله. صلی الله علیک یا مولا یا ابا عبد الله. صلی الله علیک یا مولا یا ابا عبد الله الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. السلام علیکم یا فاطمه زهرا یا بنت محمد یا رسول الله یا ابا عبد الله. السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا أبا عبد الله، السلام عليكم يا أبا الفضل عباس، يا أمير المؤمنين، السلام عليكم يا قمري بن ياشيم، السلام عليكم أختك الحوراء زينب، السلام عليكم عزيزة الحسين رقية، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم يا إمام الزمان، يا مهدي الزهراء غربة نذر أنبياء، خدايا زوري مهدي مر برسن، زوري مولاي مر برسن، السلام عليكم يا أبا عبد الله الحسين، السلام عليكم يا علي أكبر، السلام عليكم يا علي أصغر، السلام عليكم يا أفضاد دوتن شهيد كربلاء، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، خدايا إن شاء الله گرفتاری همه إمام المسلمان رو برطرف کنی از مردنش، خدایا همه جوانان خوشبخت آخوت بخیر کنی بچه از مردنش، خدایا اونایی که مریضن، خدایا همه مریضای دنیا رو شفای یا جل صحت کامل بدی، همه مریضای دنیا رو شفای یا جل صحت کامل بدی، خدایا تو آبرود رو، خدایا ابا عبدالله حسین قربانت برم، تو آبرود رو پیش خداوند متعال، خدایا زیارت ابا عبدالله حسین از مولا علی نصیبی همه بگردان، از من بگردان، خدایا در دنیا زیارت خانی اهل بیت نصیبی ما بگردان، در آخرت شفاعت خانی اهل بیت نصیبی ما بگردان، اللهم عجل وليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، التماسي دعا دارم آقای الخلف، خیلی ممنون، یک دنیا تشکر، التماسی دعا، خواهش میکنم، حاجت روا باشید انشاءالله. یا علی مدد، خدا نگهدار. اجازه بدید من یه توضیح روی تصاویری که بعضا میبینید من بدم، چون مطمئن هستم و تماس ها هم حاکی از اینه، پیام ها هم حاکی از اینه که من روشندل هستم، محرومم از دیدن تصاویر زیبایی که شما برای ما هدیه میدید، ولی لطف کنید اون چرا که میبینید برای ما به صورت صدا به گزارش بگید. خوام بگم هیچ چیزی باعث نمیشه که زیارت آقا سید و شهدا ترک بشه. در تصاویر ملاحظه میفرمایید عزیزانی هستن، بزرگ سال هستن که با ویلچر جا به جا میشن و بعضا عزیزانی هستن که بیمارن، برای دریافت شفاشون مشرف میشن کربلا، حرم آقا ابا عبدالله الحسین، حرم آقا ابوالفضل العباس. و حقیقتا ما از نزدیک میبینیم، شما در تصاویر فقط از دور میبینید، ولی از نزدیک ما میبینیم که به چه صورت اشک میریزن، التجا پیدا میکنن آقای امام حسین علیه السلام رو به برادر بزرگوارش آقا ابوالفضل العباس و آقا ابوالفضل العباس رو به خواهر بزرگوارش زینب کبرا. قسم میدن که آقا جان ما دست خالی از اینجا نریم. آقا جان خیلی ها به ما التماس دعا گفتن، به من گفتن میری شفای خودت رو میگیری، از روی ویلچر بلند میشی با پای خودت میای. لطف کن دعاهای ما رو خدمت این دو برادر بزرگوار عرضه بکن، انشاءالله به حاجتمون برسیم، ما هم بتونیم بیایم و از نزدیک تشکر بکنیم. این هم یه شرح خیلی مختصری از بیمارانی که به نحوی معلولیت دارن و از ویلچر استفاده میکنن. امیدوارم همه تون صحیح و سالم باشید، با پای خودتون مشرف بشید و عشق بکنید با حرم مطهر آقا سید و شهدا و آقا ابوالفضل علیهم السلام. تماس بعد رو دریافت کنید. سلام علیکم و رحمت الله. سلام خدمت آقای میرخلف زاده و همکاران محترمتون، شبکه خوبتون، خسته نباشید. علیکم السلام، ممنونم، متشکر، خدا به شما جزای خیر بده. بفرمایید ظاهر آقا سید و شهدا علیه السلام باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکه یا صاحب الزمان، یا خلیفت الرحمن، السلام علیکه یا ابا عبدالله، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین علیهم السلام و رحمت الله، السلام علیکه یا قمر بنی هاشم، یا ابوالفضل العباس ابن امیر المؤمنین علیهم السلام و رحمت الله و برکاته، یا کاشف الکرب عن وجه الحسین، اکشف کروبنا به حق اخیک الحسین،
علیهم السلام، یا حمید و به حق محمد، یا آل و به حق علی، یا فاطر و به حق فاطمه، یا محسن و به حق الحسن، یا قدیما احسان به حق الحسین. اللهم عجل لولیک الفرج، اللهم عجل لولیک الفرج، اللهم عجل لولیک الفرج. خدا حاجت هاجرت بندان رو روا کنه، مریضای اسلام رو شفا بده، فرج آقا امام زمان رو برسونه. خیلی خیلی ممنون، خدا نگهدارتون. التماسی دو یا علی مدد، خدا نگهدار شما. انشاءالله حاجت روا باشید، انشاءالله هر چه زودتر همراه با خانواده مشرف بشید کربلا و از نزدیک زائر امام حسین علیه السلام باشید. و اما تماس بعد رو دریافت بکنیم. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام حاج آقا، به کربلا خوش اومدید. ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوسین، السلام علیک یا ابن فاطمه سیدت نساء العالمین، السلام علیک یا سار الله ابن السار والوتر المذکور، السلام علیک و علی الارواح التي حلت بفنائک، عليكم مني جميعا سلام الله ابدا ما بغيت بغي الليل والنهار، السلام عليك يا ابا صالح المهدي، السلام عليك يا ام المؤمنين، السلام عليك يا عمر منير بن هاشم يا ساغي التشكر بالعب الفضل العباس، السلام عليك يا حضره هاشم، السلام عليك يا حضره اليسار، السلام عليك يا حضره الغيم، السلام عليك يا حضره الاشهاد، السلام عليك يا افضل شهر يا امام حسين، سور آقا امام زمان نزدیک بگردان يا الهي آمين. ممنون از برنامه خوبتون. اللهم عجل لولیك الفرج، اللهم عجل لولیك الفرج. قبول باشه زیارتتون، انشاءالله حاجت روا باشید و ممنونیم از دعاهای خیرتون. قطعاً با دعاهای خیر شما بینندگان محترم شبکه جهانی امام حسین علیه السلام و یا به قول معروف شنوندگان و شنوندگان روشندلی که بیننده هستید، قطعاً ما از دعای خیر شما انشاءالله با لطف آقا امام زمان موفق خواهیم بود در حد بضاعتمون بهترین ها رو خدمت شما بزرگواران تقدیم بکنیم. ممنونیم باز هم از دعای خیرتون. تماس بعد رو دریافت بکنیم. سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم آقا امیر خلاف زاده. به کربلا خوش اومدید خواهرم. صلی الله علیک یا مولا یا عبدالله، صلی الله علیک یا مولا یا عبدالله، صلی الله علیک یا مولا، السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا امیر المؤمنین، السلام علیک یا فاطمه الزهرا سیدت نساء العالمین، السلام علیک یا سيدنا خديجة الكبرى وهم المؤمنين، السلام عليك يا أبو عبد الله وعلى الأرواح التي ولدت سمائك عليكم مني سلام الله يا رب ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا دار له آخر الأحلام الذي ربكم، السلام على الحسين ولا علي بن الحسين ولا أولاد الحسين ولا أسماء الحسين الجميل السلام علیکم وقت کلا و رب جاینا و السلام علیکم جیت و بسیم و السلام علیکم جنین و رحمت الله و برکات خوش آب جانه که مانان شوش اینا خوش آب درده که برمانان خوش صلى الله عليك يا ابا عبد الله وعلى الارواح التي تفنيك عليك من سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار وانا اتيح لهن اخر العهد في زيارتكم السلام عليكم.
یا ابا عبدالله، این بزرگواران داشتن خدمت شما عرض سلام می کردن. خانواده‌ای بودن ظاهرن دور هم جمع بودن. یه بار توفیق داشتم مستقیما باشون صحبت کردم، در افغانستانن. گفتن که ما 8-9 نفر میشیم با برنامه شما از اول تا آخر، با هر سلامی که مردم میدن خدمت اربابمون عرض سلام داریم و تنها حاجتی که داریم اینه که انشاءالله هم بتونیم بیایم زائرتون باشیم و هم این که مسئول باشیم، امنیت داشته باشیم. این از خدا بی خبران مردم شیعه افغانستان رو خیلی دارن اذیت میکنن. آقا جان عنایتی بکنید، همینطوری که شمای بزرگوار حیات من نذله رو فرمودید، به این عزیزان هم یاد دادید، اینها هم دارن عرض میکنن حیات من نذله. ذلت رو نمیخوان، آقایی رو میخوان، شیعه بودن در خانه شما و اهل بیت شما رو میخوان. عنایتی بکنید آقا جان به حق جوانتون آقا علی اکبر علیه السلام. تماس بعد رو دریافت بکنیم. سلام علیکم و رحمت الله. سلام و علیکم السلام. من صدای شما رو خیلی ضعیف دارم، اگر امکان داره بلندتر صحبت بکنید. خب الان بهتر شد؟ بله، به کربلا خوش اومدید. بفرمایید ظاهر آقا سید الشهدا باشید. ظریح مطهر آقا سید الشهدا هم در روی صفحه تلویزیون هست. خیلی تشکر و سپاسگزار. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابا عبدالله، واه التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله ابدا، ما بقيت وبقي الليل والنهار، بلا جعله الله الاخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. آقا جان به آب روی که داری، آقا جان به دامن پاکت سوگندید مثل ببخش ما را، از سر تمامی تقصیرات ما بگذر آقا جان. آقا جان تو را به خاندان پاک شیعه سوگندید مثل، یه نگاهی بنداز به دلهای تنگ ما آقا جان. آقا جان صبر نایت فرما بر تمامی که عزیزایشون از زست دادن. آقا جان خودت یه نگاهی به افغانستان بنداز، به شیعه های افغانستان. خیلی سپاسگزارم از تلویزیون خوب شما و خیلی سپاسگزارم از اینکه به این برنامه رو بر ما اهدا میکنین. خیلی سپاسگزار. السلام علیک و رحمت الله و برکاته. قبول باشه زیارتتون انشاءالله، حاجت روا باشید. الحمدلله رب العالمین. با لطف آقا سید و شهدا اجازه آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف، توفیق این رو داریم که این شبکه رو برای کل مردمان دنیا به قول معروف داریم انجام وظیفه میکنیم. شیعیان مولا از جای جای این کره خاکی امکان این ارتباط رو داشته باشن، همیشه خواهش کردم، باز هم خواهش میکنم این سفره خیری که پهن شده شما هم لطف کنید به بقیه عزیزان اطلاع رسانی بکنید. راه های دیدن شبکه امام حسین علیه السلام رو و شماره تماس این برنامه، شماره تماس برنامه منم مشترکم در شبهای جمعه رو بهشون لطف بکنید، اونها هم همانند شما بتونن زائر آقا سید و شهدا سلام الله علیه و آقا ابوالفضل العباس سقای لب تشنگان در کربلا به صورت زنده و مستقیم باشن. انشاءالله همگی حاجت روا باشید. تا
تماس بعد رو دریافت بکنیم. دقایق دقایق پایانی برنامه است، کمتر از 3 دقیقه فرصت داریم. تماس بعد رو دریافت بکنیم. سلام علیکم و رحمت الله. زائر محترم، صدای بنده رو دارید؟ سلام علیکم. الو الو، سلام، خسته نباشید. و علیکم السلام و رحمت الله. قبول بشه. ممنونم، متشکر. بفرمایید زیارت کنید، دقایق برنامه آخر برنامه است. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. صلی الله علیک یا رسول الله، یا نبی الله، یا رحمت للعالمین. صلی الله علیک یا امیر المؤمنین، یا علی ابن ابی طالب. صلی الله علیک یا فاطمه الزهرا، سیدة نساء العالمین. صلی الله علیک یا امام حسن مجتبی، یا قریب مدینه، یا قریب بقی. صلی الله علیک یا مولا، یا ابا عبدالله. صلی الله علیک یا مولا، یا ابا عبدالله. صلی الله علیک یا مولا ابا عبدالله. السلام علی الحسین. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. السلام علی یا قمر بنی هاشم و ساقی عطاشای کربلا. السلام علیک ایها العبد الصالح المطیع لله و لرسوله و لامیر المؤمنین و الحسن و الحسین علیه السلام. السلام علیک یا زینب کبرا یا بنت علی المرتضی یا ام المصائب یا جبل الصبر. السلام علیک یا حضرت رقیه یا بنت الحسین الشهید. السلام علیک یا صاحب عصر و زمان یا قائم آل محمد. اللهم اجل لوليك الفرج. اللهم اجل لوليك الفرج. اللهم اجل لوليك الفرج. قبول باشه زیارتتون انشاءالله، حاجت روا باشید. افتخار من اینه که با هر سلامی که هر بزرگواری از جای جای این کره خاکی با تماسش خدمت آقا سید و شهدا سلام الله علیه میده، من هم دست ادب به سینه بگذارم، عرض سلام داشته باشم. برای وجود نازنین آقا امام زمان دعا میکنه، تعجیل فرج میخواد. دستم رو روی سرم قرار میدم، چون حقیقتا هیچ کس نمیتونه بگه که کدوم سلام بهتره یا خدای ناکرده قابل قبول نیست. لحاظاست ما با همه همراه میشیم به این امید که خدای تبارک و تعالی رحمتش رو شامل هممون قرار بده. الهی آمین. آقا چقدر دیگه فرصت داریم؟ وقتمون تمامه. امیدوارم زنده باشید و باشیم تا یه برنامه دیگه از برنامه های سلام کربلا. یا علی. آخرش مردم با پیرنه سیاه کفن شدم. یا حسین کربلا، یا حسین کربلا، باز ببین اومدم با یه چشمان خیز جز به گریه کنان. آقا اسممو به